روز 30 تیر اعتصاب کارگران صنعت نفت و گاز یک ماه شد. یک ماه اعتصاب 100,000 نفر که مثل همیشه با سانسور رسانه‌های حکومتی روبرو بوده. اما در این قسمت از برنامه همراه هستیم با آقای علی بهروزیان تا نگاهی داشته باشیم به یک ماه اعتصاب هزاران تن از کارگران پروژه‌ای در مراکز نفت و گاز در شهرهای مختلف میهنمون. سلام می‌کنیم به شما آقای بهروزیان، خیلی خوش آمدید. با سلام به شما و همه بینندگان عزیز سیمای آزادی در سراسر جهان و با تبریک به خاطر پیروزی کهکشان مقاومت و همچنین پیروزی های پی در پی کانون های شورشی در ایران در خدمتون هستم. آقای بهروزیان، در رابطه با این اعتصابی که الان یک ماه در جریان بوده، خواسته های این کارگران دقیقا چی بوده و چرا رژیم حقوقشون رو نمی پردازه؟ ببینیم، واقعیت اینجاست که رژیم خامنه‌ای در واقع تمامی دستاوردهای مبارزات قهرمانانه دکتر محمد مصدق و به اصطلاح ملی کردن نفت رو در طول 45 سال گذشته 46 سال گذشته از بین برد و شرکت نفت رو تبدیل کرد به انبوهی از شرکت‌های متفاوت که همه اونها هم به هر شکل به سپاه پاسداران و بیت رهبری تعلق دارن و به چپاول دسترنج کارگران مشغول هستن. این اعتصاب سراسری که به اصطلاح شروع شده، در واقع ادامه اعتصابی که از سال 1399 شروع شده، اما رژیم هیچ توجهی به خواسته های کارگران در این زمینه نکرده. کارگران ایران تنها چیزی که خواستار اون هستن افزایش دستمزدشون، اجرای طرح 14 روز کار و 14 روز مرخصی و حذف پیمانکاران حکومتی که وابسته به سپاه و دفتر یا بیت رهبری هستن. این متاسفانه این اعتصابات تا کنون در پس سانسور وحشتناکی که بر این جامعه ایران در واقع اعمال داره میشه، باعث شده که صدای این کارگران به هیچ جا نرسه و ضمن اون هم درآمدهای میلیاردی که از دسترنج همین کارگران در سرما و گرمای وحشتناکی که به خصوص گرما در جنوب که در واقع غیر قابل تحمل هستش برای کارگرانی که در بیابون‌ها مشغول کار هستن، اینها در واقع همه اینها باعث شده که صدای اعتراض این کارگران در بیاد و طبیعتاً هرچی بیشتر این کارگران باید به اصطلاح با سانسور حکومتی و در واقع با ایستادگی هرچی بیشتر در برابر این رژیم ضد بشری و نیروهایی که به اصطلاح از این رژیم حمایت میکنن، تنها این راه هستش که میتونن جلوی در واقع جنایت هایی که رژیم داره بر حقشون میکنه رو بگیرن و هرچی بیشتر بتونن به اصطلاح مبارزات خودشون رو سازمان بدن در قالب کانون های شورشی و بتونن به اصطلاح با این رژیم مبارزه هرچی بیشتری بکنن تا سرنگونی این رژیم، به خاطر اینکه همه ما میدونیم که این رژیم به هیچ قیمتی حاضر نیست حقوق مردم ایران و به خصوص کارگران ایران رو به اونها بده و به همین دلیل هم هستش که تنها با سازمان یافتگی هرچی بیشتر و تشکل‌های مختلفی که میتونه در قاموس کانون‌های شورشی چک بگیره، کمان کلان هم کارگران ایران در کانون‌های شورشی به مبارزه بیامان خودشون علیه این رژیم ضد بشری و ستمگر دارن ادامه میدن و بیشک در فردای سرنگونی، همونطور که همین الان یکی از دوستان اشاره کردن، طبق
ماده 8 برنامه 10 ماده خانم رجوی تنها در اون زمان هستش که کارگران ایران به خواستهای خودشون خواهند رسید و از این استثمار وحشتناکی که باعث شده که حقوق یک کارگر حتی کفاف 1 کیلو گوشت در ماه رو هم نده به اصطلاح جلوگیری بشه و کارگران به حقوق خودشون مثل تمام اقشار مختلف مردم ایران برسن. با آرزوی اون روز. بله، خیلی ممنون از شما که باز هم اشاره کردید به اینکه کارگران باید با افزایش مقاومتشون و سازمان یافته تر کردن اینها به حقوقشون برسن با اون روشی که شما در این صحبت اشاره کردید. سپاسگزاریم از حضورتون آقای بهروزیان، از اینکه همراه ما بودید و یک بار دیگه توجه رو به سمت اعتصاب کارگران میهنمون بردید. خیلی ممنون. با تشکر از شما و فرصتی که به من دادین پیروز باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار شما.